سرخط خبرها. شرکت پتروشیمی ماهشهر مورد حمله قرار گرفت. آتش سوزی گسترده در پتروشیمی تنبویان. حمله ناصر تقویان، روحانی سرشناس به خامنه ای و شورای ملی افغان. بیانیه ارتش آمریکا در خصوص آماده باش برای حمله نظامی به ایران. و یک قدمی فعال شدن مکانیزم ماشی علیه جمهوری اسلامی. درود بر شما همراهان کانال ایران. خوشحال می شویم تا پایان این خبر ما را همراهی کنید. در صورت تمایل کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید. با سپاس از همراهی شما. مشروع اخبار. آتش سوزی در شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر. روز گذشته خبرهایی از انفجار و حریق در پتروشیمی تنگویان واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر منتشر شد. روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر از وقوع آتش سوزی در واحد پتروشیمی کارون خبر داد. خبرگزاری فارس گزارش داد یک آتش سوزی در محل پمپ واحد 741 پتروشیمی کارون ماهشهر در شامگاه پنجشنبه 4 آذر به وقوع پیوست که روابط عمومی این شرکت علت آن را نشت روغن داغ عنوان کرد. این دومین حادثه در صنایع پتروشیمی ماهشهر طی 48 ساعت اخیر است. روز گذشته نیز رسانه‌ها از وقوع یک انفجار و آتش‌سوزی در پتروشیمی تنگویان خبر دادند. هرچند که روابط عمومی این شرکت خبر انفجار و آتش‌سوزی را تکذیب کرد، اما در همان حال از کشته شدن یک کارگر در حین تعمیر یک دستگاه تهویه خبر داد. وقوع حریق و انفجار در شرکت‌ها و واحدهای پتروشیمی در ایران به ویژه در منطقه اقتصادی ماهشهر مسبوق به سابقه است. پتروشیمی تنگویان در ماهشهر، پتروشیمی ایلام، مجتمع پتروشیمی جزیره خارک و تأسیسات پتروپالایش کنگان پیشتر نیز دچار حادثه و آتش سوزی شده بودند. هرچند علت برخی از این حوادث اعلام نمی شود، اما گفته می شود که دلیل اغلب این آتش سوزی ها حملات سایبری به مراکز حیاتی و منابع ارز آوری ایران بوده است. در آخرین دست از این حملات مراکز سوخت رسانی در سراسر ایران و شرکت هواپیمایی ماهان مورد هجوم سایبری قرار گرفته و هک شدند. ناصر تقویان، روحانی سرشناس، شورای نگهبان و کلیت رژیم را مورد حمله و هجمه قرار داد. ناصر تقویان کسانی که احمدی نژاد، روحانی و ابراهیم رئیسی را بر ما حاکم کردند باید روزی محاکمه شوند. ناصر تقویان در جای دیگری از مصاحبه خود میگوید منظور وی از کسانی شورای نگهبان بوده. شما خودتون هم در خلوت از ادبیات ابراهیم رئیسی خجالت میکشید، از سوتی ها و جمله بندی های او. این جایگاه برای او خیلی بزرگ است. تو دنیا برای ما شما بزنین تو اینترنت سوتی های فلان چی میاد؟ خودتون تو خلوت خودتون هم خجالت میکشید از جمله بندی های او. اصلا یه نگاهی که این جایگاه برای تو خیلی بزرگ بوده و تازه من خیلی جا گفتم ما اگه بخوایم محاکمه کنیم کسانی رو باید جلوتر محاکمه کنیم که همچی آدمایی رو مسلط میکنن بر ما. مگه ما احمدی نژاد میشناختیم؟ مگه ما رو مگه نمیگه روحانی چنین و چنان بوده؟ آقا این اصلا مهره دشمنه، این اصلا گاندو براش میسازیم. خب اول بریم اونایی که اون رو تایید کردن بر مردم مسلط کردن اونا رو بیارین دیگه. اگر شما نمیدونید پس خیلی ساده اید. شما چرا بر سر این کارید؟ از اون شورای نگهبانه. بله شورای نگهبانه. بله خب آخر زمانی هم که شورای نگهبان سفتر برخورد میکنه باز انتقادا میبینید تو همین انتقادا. نه سفترش هم سیاسی برخورد میکنه، نه سفتر فرهنگی و منطقی. اتفاقا اگه شورای نگهبان سفت و منطقی براش اصلا هیچ جناحی فرق نکن، راست و چپ، منتقد و متملق، یک مسیر درست، مردم دستشون هم میبوسن. اما ببینن تو آقای رفسنجانی رو رد میکنی، آقای حضور شما عرض کنم دکتر این کاندیدایی که نماینده مجلس هم هست الان نماینده تبریز، آقای پزشکیان رو رد میکنی که آقای پزشکیان آقای شما یه پرونده به من بدین بعد فلان آقا رو قبول میکنی که اصلا قابل مقایسه نیستن. میفهمن که پس شما بر مسیر عدالت رفتار نمیکنی. نام من چرا از من میشنوین؟ نامه‌ای که بین دو فقیه شورای نگهبان این به اون توهین کرده، اون به این توهین کرده، اون به اون چی گفته؟ خب اونا رو بخون.
ژنرال مکنزی، در صورت شکست مذاکره با ایران برای یک گزینه نظامی آماده ایم. ژنرال کنز مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، در مصاحبه ای تازه گفته که در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران، نیروهایش برای یک گزینه نظامی بالقوه آماده اند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، به صراحت گفته است که کشورش تمایلی به درگیر شدن در یک جنگ بی‌ثبات کننده دیگر در خاورمیانه ندارد، اما مقام‌های کاخ سفید، پنتاگون و وزارت امور خارجه ایالات متحده می‌گویند روی توسعه گزینه‌های جایگزین در صورت شکست دیپلماسی با ایران کار کرده‌اند. ژنرال کنز فرانکلین مکنزی، فرمانده ارشد ایالات متحده در خاورمیانه، روز چهارشنبه 3 آذر در مصاحبه با روزنامه آمریکایی تایم در این باره گفت: رئیس جمهور ما گفته است که آنها، جمهوری اسلامی، نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. هدایت این امر در دست دیپلمات هاست، اما در صورت صدور دستور، فرماندهی مرکزی همیشه طرح‌های مختلفی دارد که می‌توانیم آنها را اجرا کنیم. مذاکرات احیای برجام قرار است از هفته آینده از سر گرفته شود، اما آمریکا گفته است به بن‌بست رسیدن همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران برای روند دیپلماسی با ایران نشانه خوبی نیست. کشورهای غربی از ادامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران در حد و حدودی که می‌تواند برای ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای به کار رود نگرانند و کاهش اخیر همکاری تهران با نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این نگرانی دامن زده است. ژنرال مکنزی با اشاره به این تحولات در گفتگو با تایم در مورد فاصله ایران با برخورداری از توان بالقوه ساخت بمب اتمی گفت: این بار خیلی نزدیک شدن، فکر میکنم بعدشان نمی آید به قابلیتی دست پیدا کنن که هر وقت خواستن اقدام به ساخت سلاح هسته‌ای کنن. این ژنرال آمریکایی با این وجود افزود: حتی اگر تهران تصمیم بگیرد سوخت کافی برای یک بمب جمع آوری کند، این کشور هنوز طرح کلاهکی را که به اندازه کافی کوچک باشد استاندارد نکرده است. کلاهکی که بتوان آن را بر روی هر یک از موشک‌های بالستیک زرادخانه 3000 موشکی خود نصب کند. کنز مکنزی در ادامه نیز گفت: از ایران همچنین توان ساخت کلک‌هایی که بتواند هنگام ورود دوباره به جو در برابر گرمای شدید، فشار و ارتعاشات دوام بیاورد سراغ نداریم. و افزود: اینها چیزهایی است که ساختشان برای آنها مقداری زمان می‌برد. ژنرال مکنزی تخمین زده که توسعه این قابلیت با یک برنامه آزمایشی قوی بیش از یک سال طول می‌کشد. قدرت‌های غربی کوشش داشتند که مذاکرات با ایران را به برنامه‌های موشکی و حمایت ایران از گروه‌های نیابتی در سطح منطقه نیز تضمین بدهند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی با این مسئله به شدت مخالفند. فعال شدن مکانیزم ماشه علیه جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات وین. در پی سفر بی‌نتیجه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی می‌نویسد: کشورهای غربی از مدت‌ها پیش با در نظر گرفتن احتمال شکست مذاکرات اتمی به دنبال گزینه‌های فوری از جمله افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هستند. به گزارش واشنگتن پست، قدرت‌های باقی‌مانده در برجام که پیش از تلاش‌های گروسی به طور فزاینده نسبت به نتیجه بخش بودن گفتگوهای وی با مقامات جمهوری اسلامی بدبین بودند، گزینه‌های احتمالی را در صورت شکست مذاکرات بررسی می‌کردند. گزینه‌های فوری شامل تحریم‌های اضافی است. اگرچه در دولت دونالد ترامپ تحریم‌های گسترده علیه رژیم ایران اعمال شد و اکنون تحریم‌های کمی برای زیر فشار گذاشتن جمهوری اسلامی وجود دارد که اعمال نشدند، اما یکی از گزینه‌های آمریکا گفتگو با شرکای اروپایی برای فعال کردن مکانیزم ماشه است. پس از بازگشت گروسی از تهران و تاکید بر اینکه مذاکراتش با مقامات ارشد جمهوری اسلامی بی نتیجه مانده، سه کشور اروپایی عضو برجام در بیانیه اعلام کردن ایران برای افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم تا 60% هیچ توجیه غیر نظامی قابل قبولی ندارد. بریتانیا، فرانسه و آلمان در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهان بازگشت سریع ایران و آمریکا به اجرای تعهدات برجامی شدند، آن هم در حالی که با نقض مفاد آن توسط جمهوری اسلامی و همچنین محدودیت زمانی آن که در ژوئیه 2015 یعنی 6 سال پیش به دست آمد، در عمل چیزی از برجام باقی نمانده است.
این سه کشور اعلام کردند اکنون ذخیره مواد شکاف پذیر ایران به اندازه ای است که اگر بیشتر غنی سازی شود می تواند برای تولید یک از بمب های هسته ای مورد استفاده قرار بگیرد. میخائیل اولیانوف سرپرست هیئت روسی در مذاکرات اتمی در توییتی نوشت شورای حکام بررسی راستی آزمایی و نظارت بر ایران بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را به پایان رساند. در واقع همه سخنرانان بر ضرورت احیای برجام تاکید کردند و برای مذاکرات وین که 29 نوامبر مجددا آغاز می‌شود آرزوی موفقیت نمودند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفتگو با کانال رادیویی NPR آمریکا گفت اگر ایران زیاد به ساخت سلاح اتمی نزدیک شود آمریکا بیکار نخواهد نشست. مالی که نقش زیادی در توافق اتمی سال 2015 داشت از آغاز به کارش در دولت بایدن تلاش زیادی کرد تا رژیم ایران را متقاعد کند تن به احیای برجام بدهد که تاکنون ناکام مانده است. آمریکا میگوید به بن‌بست رسیدن همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران برای مذاکرات احیای برجام که قرار است از هفته آینده از سر گرفته شود نشانه خوبی نیست. یکی از تاکتیک‌های دولت ترامپ برای فشار به جمهوری اسلامی استفاده از مکانیزم ماشه بود، اما آن زمان اروپایی‌ها با او همکاری نکردند. حالا به نظر می‌رسد دولت بایدن و اروپایی‌ها نیز چاره‌ای جز تکیه بر آن ندارند. مکانیزم ماشه یا بازگشت خود به خودی تحریم ها راهی است که پیش بینی شده تا اگر طرفین مفاد برجام را نقض کردند شاکی یا شاکیان بتوانند پس از طی یک فرایند حقوقی برای بازگشت تمامی تحریم ها پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند. نتیجه نشست دوره‌ای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به خاطر شرایط قرنطینه در اتریش به شکل مجازی برگزار می‌شود هنوز مشخص نیست، اما بعید است تا پیش از مشخص شدن نتیجه دوره هفتم مذاکرات در وین تصمیم ویژه‌ای گرفته شود، به خصوص آنکه جمهوری اسلامی گمان کرد با زیرکی می‌تواند تاریخ دوره هفتم مذاکرات را در زمانی قرار دهد که بتواند بر تصمیمات این نشست به سود خود از جمله با پیشگیری از صدور قطعنامه علیه رژیم ایران تأثیر بگذارد.